خوب هستین انشالله. انشالله که همیشه صحیح و سالم باشید و تندرست. خب اگه یادتون باشه جلسه گذشته ما بحث زمانها رو شروع کردیم. دو تا از زمانها رو خدمتون گفتیم، یکی زمان حال استمراری و یکی هم زمان حال ساده. رسیدیم به سومین زمان که این خیلی مهمه، یعنی زمان حال کامل، قسمتی از گرامر درس دوم کتاب 11. پس سومین زمان رو میگیم زمان حال کامل. زمان حال کامل که اصطلاحاً چی بهش میگم بچه ها؟ Present Perfect Tense. Tense یعنی زمان، پرفکت یعنی کامل، پرزنت هم یعنی حال، میشه زمان حال کامل. ما تو فارسی به این ماضی نقلی میگیم بچه ها. اینو می‌نویسید قسمتی از گرامر درس دوم کتاب 11. خیلی هم مهمه، معمولا تو کلوز تستا یکی از این سوالاتش مربوط به حال کامله. برای این بحث رو زیادی گوش بدید، خیلی مهمه. زمان حال کامل میگیم این زمان دارای تعاریف گوناگون است که مهمترین آنها بیانگر این مطلب است که نشان می‌دهد عملی قبلا انجام شده و اثر آن تاکنون باقی است. پس حال کامل تعاریف مختلفی داره. مهمترین تعریفش اینه که نشون میده عملی قبلا انجام شده، اثرش تا حالا باقی. مثلا شما ظهر نهار خوردید، میایید آموزشگاه سبقت، میبینید بساط نهارشون پهنه، به شما میگن Here you are، بفرمایید. میگید I have eaten my lunch، نهارم رو خوردم. یعنی چی؟ یعنی سیرم. عمل خوردن غذای شما قبلا صورت گرفته، اما اثرش حالا هست و اونم سیر بودن شما. یا من و شما تو خیابون قدم میزنیم، به یک سینمایی میرسیم، به من پیشنهاد میدید Let's go to this film، بیا این فیلم رو بریم. میگم I have seen this film already، من این فیلم رو قبلا دیدم، یعنی میدونم فیلم چطوری شروع میشه، چطوری خاتمه پیدا میکنه، آرتیستش کتک میزنه، کتک میخوره، همه ماجراها تو ذهن منه. عمل قبلا انجام شده، اثرش تا حالا چیه بچه ها باقی. به این زمان میگن زمان حال کامل. طرز ساختش اینجوریه، میگیم طرز ساخت این زمان عبارت هست از، ساختارش اینه عزیزان من، داریم فاعل به اضافه حواهز. خانم آقایون میدونن که هز رو ما با سوم شخص ها میاریم، با هی و شی و ایت هز میگیم، با بقیه فاعل ها هب به کار میبریم و بعد هم قسمت سوم فعل رو به کار میبریم، پی پی رو میاریم. پی پی یعنی قسمت سوم فعل. این میگن زمان حال کامل. پس هم هوا هز رو لازم داریم، هم شکل سوم فعل رو داریم. مفعول ممکنه بیاد بچه ها، ممکنه نیاد. این نشانه هایی که می نویسم خیلی مهمن. نشانه ها چی هستن بچه ها؟ نشانه هاش اینا هستن. کلماتی هستن مثل since، مثل for، مثل already، مثل just، مثل yet. این yet یادتون باشه معناش میشه هنوز، در حال
کامل منفی به کار برده میشه. هستیت خودش منفی نمی کنه، بلکه فعلش بایستی حتما چی باشه؟ منفی باشه. تو حال کامل منفی شده میاد. یا نشانه های دیگه داره مثل several times، مثل many times، مثل up to now، مثل up to this time. مثل up to the present time. مثل till now. مثل until now. مثل so far. مثل ever. مثل recently. اینا همشون از نشانه های زمان حال کامل هم بچه ها. پس میبینید تعداد نشانه های زمان حال کامل خیلی زیاده. ضمناً از نظر معنایی یادتون باشه که already یعنی قبلن، just یعنی همین الانه، یه تو گفتم یعنی هنوز، since یعنی از، for یعنی به مدت، several times و many times یعنی چندین بار، چندین مرتبه. از اینجا بچه ها تا آخر معناش میشه تا کنون. Up to now, up to this time, up to the present time, till now, until now. اینا همه شون میشن تا کنون. So far هم میشه تا کنون. Ever هم تو زمان حال کامل میشه تا کنون. Recently میشه اخیراً. اینا همه شون از نشانه های زمان حال کامل هستن. همه شون از نشانه های زمان حال کامل هستن بچه ها. درست شد؟ پس حال کامل یعنی عملی قبلن انجام شده، اثرش حالا باقیه. ساختارش چی؟ این دوتا کلمه است. حواهز میخواد و قسمت سوم فعل. نشانه ها چیه؟ این کلماتی که اینجا خدمتون نوشتم. اینا همه شون از نشانه های زمان حال کامل هم. حالا میریم سراغ مثال. هرچی مثال بیشتر بزنیم خب قطعا شما بهتر میفهمید. ببینید مثلا میگم که I just an important message. یه جمله است، تو پرانتز می‌نویسم to receive. اینو تو امتحان نهایی به شما میدن، میگن فرم صحیح این کلمه رو بنویسید. و من نگاه میکنم میبینم که just اومده. معلمم در یک بعد از ظهر تابستونی به من گفته just از نشانه های حال کامله. یادتون باشه بچه ها just همیشه بین حواهز و قسمت سوم فعل میاد. just آخر جمله نمیاد، بین حواهز و قسمت سوم فعل میاد. و پس این نشانه حال کامله. حال کامل یعنی حواهز و قسمت سوم فعل. چون آی هست میگیم هب، قسمت سوم ریسیب هم بچه فعل با قاعده است، ایدی میگیره میشه ریسیبد. معنی این جمله چیه؟ میگه I've just received an important message، یعنی همین الانه پیام مهمی رو دریافت کردم. ریسیب بچه ها به معنی دریافت کردنه. Receive. یک معناش میشه دریافت کردن. حالا اگر receive با somebody بیاد این معناش چی میشه؟ Receive somebody یعنی چی؟ یعنی بعد از receive اسم آدم بیاد معناش چی میشه بچه ها؟ بگن آقا این خانما، اگر بعد از receive اسم آدم بیاد معناش چی میشه؟
بچه ها بنارید بگید. بله بله. معناش چی میشه دی سیب سامبادی؟ نمیدونید؟ آها. این به معنای استقبال کردن بچه ها. مثلا این جمله رو نگاه کنید. She received me warmly. معنی جمله چیه؟ الان بعد از receive شما می آوردید. می چیه؟ اسم آدم دیگه. معنیش اینه که به گرمی از من استقبال کرد، نه اینکه منو به گرمی دریافت کرد. پس receive اگر بعدش اسم آدمی زاد بیاد معناش میشه استقبال کردن. ریسیور هم که میدونید چیه دیگه. ریسیور یعنی گوشی تلفن من و شما یک ریسیوره، آنتن ماهواره یک ریسیوره. واضح فهمیدید؟ از خود ریسیو یعنی دریافت کردن، ریسیو سامبادی یعنی استقبال کردن از کسی. مثل این جمله که نوشتم She received me warmly، یعنی به گرمی از من استقبال کرد. یا مثلا این جمله رو نگاه کنید. اینو به من میدن، میگن فرم صحیح این فعل رو بنویسید. باز نگاه میکنم میبینم که already اومده. already بچه ها نشانه حال کامله. حال کامل یعنی هواهز و قسمت سوم فعل. یا چون دی هست میگیم have. قسمت سوم دو چی میشه؟ میشه done. they have already done their work، یعنی اونا قبلا کارشون رو انجام دادن. و یادت باشه دختر من، پسر من، که این already هم میتونه بین هواهز و قسمت سوم فعل بیاد، هم میتونه آخر جمله بیاد. یعنی همین جمله شما میتونید اینجوری بگید their work already. یعنی اینجوری هم already رو میتونید بیارید، چون یعنی آخر جمله بیارید. حالا بخوایم فرم همین to do رو ما به کار ببریم، و باز نگاه میکنم اینم already اومده. already بچه نشانه حال کامله. خب حال کامل یعنی هواهز و قسمت سوم فعل. چون دی هست میگیم هاو، قسمت سوم دو هم که میشه دان. پس اوردی دو تا جایگاه داره، هم آخر جمله میاد، هم بین هواهز و شکل سوم فعل به کار برده میشه. ولی از نظر معنایی هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. خب اینجا هم میرسم خدمتتون که برای سوالی، برای سوالی و منفی کردن این زمان از افعال کمکی هوا هز استفاده میکنیم. هوا هز استفاده میکنیم. با شما به هوا هز نات اضافه کنید منفی میشه. بیاییدش اول جمله، جملتون چی میشه؟ سوالی میشه. این سوال امتحانی نگاه کنید بچه ها. سوال این بوده Nobody your brother yet. چهار تا جواب داشته. Have seen، هستین، haven't seen و hasn't seen. بفهمید کدوم جوابشو انتخاب میکنید و چرا. جواب چندومی شماره بدید به من. 1 2 3 4 کدوم یکیش؟ سریع جواباتون بفرستید بچه ها. بله
بله سری 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 بله بقیه آقای خانوما خب باز توی این جمله نگاه کنید بچه ها ما بینیم یت اومده خوب دقت کنید نکته ای داره من بگم اینجا ببینیم یت اومده و معلم هم گفته یت در جملات حال کامل منفی شده میاد پس قاعدتا یا باید سه باشه یا چهار باشه فرق سه و چهار چیه؟ اینجا فعلش جمعه هبه اینجا فعلش مفرده هزه برای انتخاب فعل مفرد یا عصبت جمع حتما بایستی به فاعل جمله نگاه کنی تا چشمم به این فاعل میفته بچه ها نظرم از روی این دوتا بر میگرده چرا؟ چون نوبادی خودش جمله رو منفی میکنه نوبادی خودش جمله رو منفی میکنه دوتا عامل منفی با همدیگه تو جملات زبان انگلیسی به کار برده نمیشه آقا پس یا اولی میشه یا دومی میشه حالا نوبادی ضمیر نامعینه با ضمایر نامعین فعل همیشه بایستی مفرد بیاد بچه ها بنابراین بین یک و دو گزینه دو رو انتخاب میکنه جالبه بچه ها ما تو فارسی هم هیچ کس رو میگیم هم ندیده اس رو میگیم الان شما این ترجمهش کنید میگید هیچ کس هنوز برادر شما رو ندیده است تو فارسی دستور ما این اجازه رو میده که دو تا منفی با هم دیگه توی یک جمله بیاد ولی تو زبان انگلیسی میگه آقا توی یک جمله شما فقط حق دارید یک عامل منفی به کار ببرید دو تا عامل منفی با هم دیگه به کار برده نمیشه اینجا چون نوبادی خودش منفی میکنه فعلشو بایستی حتما مثبت بیاریم ولی اگر فاعل ما نوبادی نمی بود یک کسی دیگه می بود یک عامل مثبتی می بود حتما فعلتون رو بایستی منفی انتخاب میکردید چون یه تو جملات منفی به کار برده میشه ببینید من همین جمله رو با یک فاعل دیگه می‌نویسم ببینید مثلا میگم که they you yet یه جمله است با چهار تا جواب have seen had seen haven't seen و hadn't seen کدوم جوابش انتخاب میکنید بچه ها؟ جواب سومی آفرین ببینید اینجا میگید یت اومده یت تو جملات حال کامل منفی شده میاد خب حال کامل یه حد نداره این دوتا حدا که میره یا اولی یا سومی حالا چون باید منفی هم باشه ما میگیم گزینه سومی درست یعنی اونها هنوز شما را ندیدن معنی جمله اینه پس تو جمله قبلی که ما فعلشو مثبت انتخاب کردیم علتش این بود که نوبادی خودش جمله رو منفی میکرد پسر من دختر من دوتا عامل منفی حق نداریم تو جملات زبان انگلیسی بیاریم همیشه یک عامل منفی بایستی باشه بنابراین اومدیم فعلش رو مثبت انتخاب کردیم ولی در اینجا ما عامل منفی نداریم پس فعله باید حتما چی بشه؟ منفی بشه خب زمان حال کامل بخواد منفی بشه به هوا حضرش نات اضافه میکنیم منفی میشه بیاریمش اول جمله جمله چی میشه؟ ساعدی میشه دقت فهمودید؟ ضمناً این کلمه یت هم یادتون باشه یک معناش میشه هنوز که عرض کردم در جملات در حال کامل منفی میاد اگر یه کلمه ربط باشه یعنی بین دو تا جمله بیاد تو تستاتون حواستون باشه تو کلوستستا میذاره اینو یه اگر کلمه ربط باشه یعنی دو تا جمله رو به هم وصل کرده باشه در این حالت یه معناش میشه however یعنی با وجود این از در واقع یت دو تا نقش داره و دو تا معنا داره اگر تو حال کامل منفی شده بیاد میشه هنوز
بین دو تا جمله بیاد، یعنی کلمه ربط باشه، معناش میشه however، میشه با وجود این. این هم نکته بود که در ارتباط با یت بایستی شما بدونید. یا مثلا این جمله رو نگاه کنید، یک جمله است، تو پرانتز میسه to go، میگه آقا یا خانم فرم صحیح این فعل رو بنویسید. و میایید نگاه میکنید، میبینید ever اومده. ever بچه تو جملات سوالی میاد، تو جملات سوالی حال کامل میاد. ever اینجا معناش چیه؟ میشه تا کنون. پس از روی ever ما میفهمیم باید حال کامل باشه. خب سوالی هم شده دیگه، حال کامل یعنی هوا هست قبل از فاعل باید بیاد. پس میفهمم که چون یو بوده باید هاو بگیم. قسمت سوم گو چی میشه؟ میشه گان. معنی این جمله چیه؟ یعنی آیا تا کنون خارج رفته ای؟ Have you ever gone abroad؟ Go abroad یعنی go to foreign countries. Go abroad یعنی go to foreign countries، یعنی رفتن به کشورهای خارجی. go abroad میشه خارج رفتن. have you ever gone abroad؟ آیا تا کنون خارج رفته ای؟ اینجا ever به معنی هرگز نیست بچه ها. ever دو جملات حال کامل سوالی شده میاد و معناش هم میشه چی؟ تا کنون. خب این از زمان حال کامل. تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید. سوال ندارید بچه ها؟ خب عرض کنم خدمتون که تو این نشانه هایی که بهتون گفتم سینس و فور هم بود. میخواییم تفاوت سینس و فور رو هم خدمتون همجا بگیم. میخواییم تفاوت سینس و فور، میخواییم تفاوت این دوتا رو خدمتون عرض بکنیم. اینجوری می‌نویسم که کلمه سینس، کلمه سینس به معنای از با رأس زمان و کلمه فور با طول مدت آورده می شود. پس همیشه یادتون باشه تو حال کامل اگر بخوای سینس بیاری، بعد از سینس بایستی حتما رأس زمان بیار. رأس زمان یعنی چی؟ مثلا شما میگید از یک ساعت پیش. مثلا اگر الان ساعت 3:30، یک ساعت پیش میشه 2:30. 2:30 برام میشه رأس زمان. میگید از دیروز، از سال گذشته، از 10 سال پیش، اینا میشن رأس زمان. اینجا حتما ما بایستی سینس به کار بریم. ولی فور همیشه با طول مدت میاد. باز داریم حال کامل، حالا مثال میگم فور و بعدش بایستی طول مدت بیاد. اصلا میگید به مدت 1 ساعت، به مدت 10 دقیقه، به مدت 20 سال، اینجا میشه طول مدت. با طول مدت حتما ما بایستی فور به کار بریم. پس درسته هر دو اینها نشانه حال کاملن، اما سینس با رأس زمان میاد و فور با چی میاد بچه ها؟ با طول مدت به کار برده میشه. ضمن اینکه یادتون باشه کلمه سینس، کلمه سینس یک معناش میشه از، معنی دیگه هم داره به معنی چون هم هست، یعنی برای بیان علت میاد، جای بیکاز میشینه. مثلا میگم he didn't answer my question، به سوال من جواب نداد، since he was angry، چون عصبانی بود. اونجا since معنی because رو میده. در تعمدید
ولی سینس اگر با حال کامل بیاد معناش میشه از، و بعدش حتما بایستی رأس زمان به کار بری. مثالا نگاه کنید، مثلا میگم که این یک جمله، یک سوال هم اینجوری می‌نویسن. یک سوال هم اینجوری می‌نویسن. ولی جواب‌هاش هم اینجوری since on at و فور. خب سه تا سوال من نوشتم، شما باید سه تا جواب برای من بفرستید. بگید مثلا یک دو سه، دو چهار پنج، سه تا جواب برای من بفرستید برای این سه تا سوال بچه ها. برای این سه تا سوال برای من جواب بفرستید. صدای منو دارید؟ صدای منو دارید بچه ها یا نه؟ سه تا جواب مهندس خانم، نه دو تا جواب. مارار سه تا نه چهار تا. سریع آقایین خانوم ها جواباشون بفرستن. بله بله سریع تر. سریع بچه ها. خوابید بچه ها چون جواب نمیدید. بعده بعده خب بله. خب دقت بفهمید، سه تا سوال بچه ها، خواهش میکنم خوب دقت کنید ها. تو هر سه تاش have state داریم. این وی ای مخفف چیه؟ have میشه حال کامل. اینجا هم وی ای داریم، حال کامل. اینجا هم have state داریم، حال کامل. خب حال کامل نشانه هایی داشت که دیگه آن و ات جز نشانه هاش نیست، پس خود به خود این دوتا حذف میشن. 50% جواب رو حذف کردیم. من به فعلش نگاه کردم، دیدم حال کامله. حال کامل نشانه آن و ات نداره، پس خود به خود 50% جواب حذف میشه. یا سینس درسته یا فور درسته.
خب ما گفتیم سینس با رأس زمان میاد. اینجا اویک اومده. اویک یک هفته میشه طول مدت. این حتما جوابش میشه فور. اینجا میخوایم بگیم از هفته گذشته. اینجا این رأس زمانه بچه ها. با رأس زمان بایستی سینس بگیم. میشه گزینه یک. پس تا اینجا سوال اولی شد یک. سوال دومی شد جواب چهارمی. هر کی اینجوری جواب داده درست. اما مشکل ما تو سوال آخریه. این دو تای اولی ساده بود. مشکل ما تو سوال آخریه. دقت کنید. اگر شما ده باز نگاه کنید حال کامل داریم. لست ویک هم دقیقا مثل لست ویک بالاییه. فقط یک ده بهش اضافه کرده. یعنی چیکار کرده؟ قبل از رأس زمان ده گذاشته. بچه هر موقع قبل از رأس زمان ده بیاد تبدیل به طول مدت میشه. و با طول مدت هم بایستی فور به کار بریم. از هر موقع قبل از رأس زمان ده بذاریم تبدیل به طول مدت میشه و با طول مدت هم بایستی فور به کار بریم. معنیش اینه که در طول هفته گذشته اونها اینجا موندند. استی یعنی اقامت گزیدن، یعنی ماندن. They have stayed here for the last week. یعنی در طول هفته گذشته اونها اینجا موندند. معنیش اینه. این هم تفاوت سینس و فور. تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید در خدمتتونیم. سوال ندارید؟ خب من یک دو تا سوال می‌نویسم، دارم می‌خواد شماها جواب بدید. ببینید یه جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. واشت، هواشت، بیلواش و واش. بگید کدوم جواب بچه ها و چرا. اون چراش برای من مهمه. It's the first times that I my hands washed, have washed, will wash و wash. کدوم جواب انتخاب میکنید و چرا؟ نه از کجا بفهمیم کیان خانم که این بایستی مثلا حال کامل باشه؟ چون بحث اون حال کامله. شما میگید حال کامل، دلیلتون چیه؟ الان خانم محمدی چهارمی رو انتخاب کرده. خب چرا؟ زهرا خانم دومی رو انتخاب کرده. چرا؟ اون چراش برای من مهمه. بعد یه فورس تایم یعنی چهارمین بار. این ربطی به نشانه های صفت ها عصبت حال کامل نداره. کی میتونه توضیح بده این سوال رو؟ توضیحش اینه بچه ها، خوب دقت کنید، خیلی مهمه ها، تو تست ها زیاد اومده. اینو ما به عنوان یک تذکر می‌نویسیم. این سم تذکر. تذکر اول. هرگاه در جمله اعداد ترتیبی
و یا صفات عالی وجود داشته باشد، جمله بعد از آنها بایستی به صورت حال کامل نوشته شود. ببینید عزیزان من، ما میگیم اگر تو جمله‌مون این دوتا باشه، اعداد ترتیبی یا صفت عالی باشه، جمله‌ای که بعدش میاد یک دت کلاز دیگه، یک جمله‌ای میاد که با دت شروع شده. حالا فعل اون جمله، فعل اون دت کلازه باید حتما حال کامل باشه. تو این جمله هم اگر شما نگاه بکنید ببینید فورس، ده فورس اومده. ده فورس چیه؟ عدد ترتیبیه دیگه. چون عدد ترتیبی اومده، جمله بعدمون یعنی دت کلازمون فعلش بایستی حال کامل باشه. حال کامل یعنی چی؟ یعنی هوا هز و قسمت سوم فعل که تو این جواب ها میشه گزینه دوم. یعنی این چهارمین باریه که من دستامو شستم. معنی جمله اینه: It's the first time that I have washed my hands. یعنی چهارمین باریه که من دستهایم را شستم. بذارید با صفت عالیش هم یه مثال بگم. دقت کنید. مثلا میگم که یه جمله است با چهار تا جواب به ما میدن. ببینید باز در این جمله استدلال شما باید این باشه: The most exciting اومده. صفت چیه بچه ها؟ صفت عادیه. حالا فعل بعدش بایستی حال کامل باشه. یعنی اینجا من بایستی حال کامل رو انتخاب کنم یا بنویسم. حال کامل یعنی هوا هز و قسمت سوم فعل. خب تو این جواب ها میشه گزینه چهارم. یعنی این مهیج‌ترین فیلمیه که من دیدم، ما دیدیم. This is the most exciting film that we have watched. این مهیج‌ترین فیلمیه که ما دیدیم. پس عزیزان من، اگر تو تستی که به شما میدن عدد ترتیبی باشه، مثل the first، مثل the second، the third، the first، آخر، عدد ترتیبی یا صفت عالی باشه، بعدش یک دت کلاز میاد. دت کلاز یعنی چه؟ این جمله که با دت شروع شده. در این حالت فعل اون جمله رو بایستی به صورت حال کامل استفاده کنید. مثل این جمله: This is the most exciting film that we have watched. الان اینجا the most exciting یک صفت عالیه و بعدش یک دت کلاز اومده. فعل این دت کلازه بایستی حتما حال کامل باشه. حال کامل هم یعنی هوا هز و قسمت سوم فعل، یعنی گزینه چهارمی رو انتخاب میکنه. این یک تذکر بچه‌ها. اما تذکر بعدی رو دقت کنید. تذکر دوم. تذکر دو. میگیم هرگاه در زمان حال کامل بعد از سینس، بعد از کلمه سینس جمله‌ای آورده شده باشد،
فعل اون جمله، فعل آن جمله بایستی به صورت گذشته ساده انتخاب شود. ببینید ما اینجا حال کامل رو داریم. حالا بعدش اگر سینس بیاد، ما گفتیم قبلا بعد از سینس بایستی رأس زمان بیاریم. مثلا میگم از ساعت 3 من تو این آموزشخان. I have taught English since an hour ago. Since 3 o'clock. از ساعت 3 من اینجا. درست شد؟ اینجا ساعت 3 میشه رأس زمان. به سوالم زدیم براش. ولی حالا یه چیز جدیدی دارم میگم. میگم اگر قبل از سینس حال کامل بیاد، بعدش هم تو بخوای جمله بیاری. جمله یعنی چی آقا؟ یعنی فاعل داشته باشه. این فعلی که بعد از فاعل میارید باید حتما گذشته ساده باشه. فعل به صورت گذشته ساده. این خیلی مهمه بچه‌ها. پس اگر بعد از سینس تو حال کامل ها، بعد از سینس رأس زمان نده، یک جمله به ما بده، فعل اون جمله باید حتما گذشته ساده باشه. ببین یعنی چه عزیز دل بابا. مثلا میگم که The children have played chess since you این جمله. چهار تا جواب. Have slept, had slept, sleep و slept. کدوم جواب درسته بچه ها؟ بله درسته، دقیقا، آفرین، باریکالله. اینو خوب فهمیدید. ببینید در اینجا سینس اومده. سینس قبل از سینس حال کامل داریم ما. این حال کامله. ما قبلا گفتیم بعد از سینس باید رأس زمان بذاریم. حالا میگم دختر من، پسر من، اگر بعد از سینس جمله بخوای بیاری، حالا اینجا جمله اومده، بعد از سینس فاعل داریم دیگه. حالا این فعلی که اینجا میاد باید حتما گذشته ساده باشه. فعل به صورت گذشته ساده. خب گذشته اسلیپ چی میشه بچه؟ میشه اسلپت، یعنی گزینه چهارمی. درست. معنی جمله چیه؟ میگه از موقعی که تو خوابیدی بچه ها شطرنج بازی کردن. چس گفتیم خدمتون به معنی شطرنج بچه ها. چست یعنی چی خانم دکتر؟ آقای دکتر چست یعنی چی؟ چست دابل اس داره، شطرنج. چست یعنی؟ آره آفرین. یک معناش میشه قفسه سینه، یک معناش هم میشه صندوقچه. قفسه سینه و صندوقچه، قبلا گفته بودم اینو. خب این هم تذکر دومی بود که راجع به حال کامل خدمتون گفتیم. پس ما تا اینجا سه تا زمان رو بحث کردیم. حال استمراری، حال ساده و حال کامل. درسته بچه ها؟ تا اینجا اگر سوالی دارید بفرمایید. هر جاش نامفهومه بگید تا توضیح بدم. همه چیز واضحه؟ سوال ندارید بچه ها؟ آره آره، نشانه ها رو همه رو یاد بگیرید خانم. حالا یک سوال میرسم راجع به همین سه تا زمان، یعنی حال استمراری، حال ساده و حال کامل. بفهمید که جوابش چی میشه.
یک جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. کوکینگ، کوکس، کوکت و یک و سه. بفهمید کدوم جواب درسته و چرا. جواب دو چون حقیقت، سامان خانم میگه حاد استمراریه، نرگس میگه دو، محدثه میگه یک، کیانا میگه یک، بقیه خانم آقایون سری بچه ها. شادی میگه یک، لیلا میگه یک، بقیه خانم آقایون بعده. خب توضیح این سوال رو دقت بفرمایید. من قبل از اینکه بگم کدوم جواب درسته، این توضیح رو دقت کنید. وقتی ما میگیم مثلا علیزه، این آپاستروفی اس بچه ها سه تا معنا داره، خوب گوش بدید. یک، میتونه آپاستروفی اس باشه و بعدش حتما بایستی اسم بذاریم دیگه. مثلا شما میفهمید علیز بال، توپ علی، این آپاستروفی اس اس مالکیته، علیز بال، توپ علی. میتونه مخفف ایز باشه بچه ها. در این حالت بعدش یا باید فعل آینجیدار بذارید یا بایستی متمم اسمی بذارید. مثلا شما میگید که علی پلیینگ تنیس، یعنی علی ایز پلینگ تنیس، حال استمراریه، علی داره تنیس بازی میکنه. یا میتونید متمم اسمی بیارید، یک اسم بیارید، بگید علیز فیزیشن، یعنی علی یک پزشک هست. فیزیشن بچه ها یعنی پزشک، کسی که کار طبابت رو انجام میده. اما همین آپاستروفی اس میتونه مخفف هزم باشه بچه ها. آپاستروفی اس میتونه آپاستروفی اس باشه، میتونه ایز باشه و میتونه هز باشه. در این حالت بعدش یا بایستی قسمت سوم فعل رو بیاریم و یا باز هم متمم اسمی بیاریم. مثلا شما میفهمید که علیز played tennis، این has بچه ها، has played، علی تنیس بازی کرده است، یعنی الان هم خسته آشولاش اینجا افتاده، میشه حال کامل. و یا بعدش یک متمم اسمی بیارید، مثلا بگید علیز a ball، یعنی علی هز ابال، علی یک توپ داره، اینجا هز بچه ها، ایز نیست، نمیتونیم بگیم علی هز یک توپ. پس آپاستروفی اس تو جمله بیا سه تا معنا داره، یکیش اس مالکیته، یکیش ایزه و یکی هم هزه. حالا برگردیم به تستی که من نوشتم، دقت کنید. تو این تست بچه ها معلوم نیست این ایزه یا هزه. اگر اینو ایز بگیرید شما و
بعدش بایستی فعل آنجیدار بیارید. یعنی جواب اولی 100% درسته. اگر اینو شما حذف بگیرید بعدش بایستی پی پی بیارید، قسمت سوم فعل رو بیارید، یعنی این جواب هم درسته، یعنی زمان شما میشه حال کامل. برای این هر دوتاش درسته، گزینه یه چهارمی رو انتخاب میکنید. وقتی میگید My mother is cooking dinner in the kitchen، یعنی مامانم همین الانه داره شام درست میکنه تو آشپزخونه. ولی وقتی میگید My mother has cooked dinner in the kitchen، یعنی مامانم شام رو تو آشپزخونه پخته است. پس از حالا به بعد یاد بگیرید که آپاستروفی اس میتونه اس مالکیت باشه، میتونه ایز باشه و میتونه هز باشه. بچه این هزش رو شما نمیدونستید، همین جهت هیچ کس جواب درست رو به من نداد. آپاستروفی اس میتونه مخفف هز هم باشه، مخفف ایز هم باشه، یک نقش اس مالکیت هم که داره. اینو متوجه شدید بچه ها یا نه؟ چرا نداره دیگه، خودشون استفاده میکنن تو گرامرشون. دقت کردید ایلا خانم؟ این آپاستروفی اس هم میتونه ایز باشه دخترم، هم میتونه هز باشه، دیگه چرا نداره؟ خودشون تو گرامرشون اینجوری استفاده میکنن. متوجه شدید شما؟ ایلا خانم متوجه شدید؟ لیلا خانم، خانم رشیدی متوجه شدید؟ آها، اینجا تو صفحه بعدی هم من توضیح دادم که این آپاستروفی اس میتونه آپاستروفی اس باشه، بعدش اس میاد، میتونه ایز باشه، بعدش یا فعل آنجدار یا متمم اسمی. تو همین جمله شما میگید My mother is cooking، یعنی الان داره پخت پز رو انجام میده. و یا میتونه هز باشه، بعدش باید قسمت سوم فعل بیارید، میشه حال کامل. My mother has cooked dinner، پخته از شام رو. برابر این همش درسته. برابر تو اون سوال هم دو تا گزینه درست بود، هم گزینه یک و هم گزینه سه، دو تا زمان متفاوت رو بیان میگه. خب اما زمان بعدی شما حال کامل استمراریه. زمان حال کامل استمراری اینو بچه ها تو کتابتون ندارید، ولی توی متنها و توی کلوستستا به کار میبره. شما بدونید فرقش با حال کامل چیه. بد نیست این مختصر توضیح بدم، بد نیست. تعریفش ببینید چیه. اینه که میگیم این زمان نشان میدهد که عملی قبلن شروع شده و تا کنون ادامه دارد. ببینید تو حال کامل میگفتیم عملی قبلا انجام شده، اثرش تا حالا باقیه. ولی تو حال کامل استمراری میگیم عملی از قبل شروع شده، هنوزم ادامه داره. نرگس خانم، این که میگی متمم اسمی چیه؟ یعنی یک اسمی که بعد از فعل میاد و جمله رو تکمیل میکنه. وقتی شما میگید علی is a student، اون student یک اسمه. چرا آوردیش؟ آوردی که جمله رو کامل کنی. بهش میگن متمم اسمی. علی هست یک دانش آموز. شما میگید رضا's a ball، یعنی رضا has a ball، یعنی رضا یک توپ داره. توپ اسمه، بعد از هز آوردی که جملت رو تکمیل کنی. وقتی شما میگی رضا هز، خب چی؟ بعد باید اسم بیاد، مفعوله بیاد تا جملمون کامل بشه. به اون میگن متمم اسمی. پس حال کامل استمراری فرقش با حال کامل چیه بچه ها؟ حال کامل میگیم عملی قبلا شروع شده، انجام شده، اثرش تا حالا باقیه. ولی در حال کامل استمراری میگیم عملی قبلا شروع شده و تا حال ادامه داره. آها، برقاتون رفت، الان اومدید. درست.
خب حال کامل استمراری اینجوریه ساختارش. میگیم فاعل به اضافه هواهز به اضافه بین به اضافه فعل آنجی دار. به این میگن حال کامل استمراری. هواهز، بین و فعل آنجی دار. این میشه حال کامل استمراری. مفعول ممکنه بیاد ممکنه نیاد. نشانه ها چی بچه ها؟ میگیم همون نشانه های حال کامل هن. نشانه های حال کامل یعنی همون سینس و فور و اینها جزء نشانه های حال کامل استمراری هم هست. یاد فهمیدید؟ حالا سوال مهمی که شما میتونید از من بپرسید اینه که آقا وقتی نشانه های حال کامل و حال کامل استمراری یکی باشه ما چطوری تشخیص بدیم که حال کامل رو استفاده کنیم یا حال کامل استمراری رو استفاده کنیم؟ طرز تشخیصش اینجا الان براتون می‌نویسم. نگاه کنید. میگیم چون نشانه های دو زمان حال کامل و حال کامل استمراری یکسان هستند، برای تشخیص بین آنها در حال کامل استمراری از عبارات دلست دپست و یا کلمه ناو به همراه طول مدت استفاده می شود. پس ما چطوری تشخیص میدیم که حال کامل انتخاب کنیم یا حال کامل استمراری؟ عرض کردیم که تو حال کامل استمراری the last میاد، the past و یا now با چی میاد؟ با طول مدت. اگر این سه تا ترکیب با طول مدت بیاد میفهمیم حتما بایستی حال کامل استمراری رو استفاده کنیم. ببینید مثلا میگم که My father in that factory for 20 years now. یک جمله است. چهار تا جواب به ما میدن. Is working. Has worked. Has been working. و had been working. اینو الان به من میدن، میگن آقا جواب صحیحشو علامت بزنید. اکثر بچه‌ها رو من دیدم که تا ناو رو میبینه میگه حال استمراریه، پس باید جواب اولی باشه. ولی اگر این سوال رو با آدمای دقیقی مثل شماها بدن اینجوری باید نگاه کنی که فور اومده با چی؟ با طول مدت. و وقتی فور با طول مدت میاد یا باید حال کامل باشه یا حال کامل استمراری باشه. خود به خود گزینه یک و گزینه چهار غلطه. اگر دو رو بزنی میشه حال کامل، سه رو بزنی میشه حال کامل استمراری. حالا سوال اون موقع من این بود که بین حال کامل و حال کامل استمراری چجوری تشخیص بدیم؟ عرض کردم که اگر عبارات دلست، دپست و یا ناو با طول مدت بیاد نشانه حال کامل استمراری. الان این طول مدت ناو هم اومده پس میشه حال کامل استمراری.
جواب میشه چندومی، سومی که شما درست انتخاب کردید. معنی این جمله چیه بچه‌ها؟ معنیشون بکنید درست در میاد ها. میگه تا همین الان 20 ساله که بابای من توی اون کارخونه کار میکنه. یعنی از 20 سال پیش بابای من کارش توی این کارخونه شروع شده، هنوز هم ادامه داره. ولی تو حال کامل میگیم نه، عملی قبلا انجام شده، اثرش تا حالا باقیه. دقت فهمیدید؟ ولی تو حال کامل استمراری نه، میگیم عمل از قبل شروع شده، هنوز هم ادامه داره. پس معنای این جمله اینه که تا همین الانه به مدت 20 ساله که پدر من توی این کارخونه کار میکرده یا کار کرده است یا کار میکنه، اینجوری باید بگیم. خب اینجا هم میگیم بچه‌ها برای سوالی منفی کردن این زمان از افعال کمکی هواحظ استفاده میکنیم. برای سوالی و منفی کردن این زمان از افعال کمکی هواحظ استفاده میکنیم. ببینید مثلا میگم که یه جمله است، چهار تا جواب به ما میدن. Studied been studying و چهارمیش هم میگیم all. کدوم جواب انتخاب میکنید بچه ها؟ تو این سال کدوم جواب آقا؟ بله آفرین آفرین، کاملا درسته، بارکالله، حرفی من خوب گوش دادید، آفرین. باز نگاه میکنیم میبینیم که این اومده. خب این هم میتونه is not باشه، هم میتونه has not باشه. اگر isn't بگیریم میشه حال استمراری، این جواب درسته. ولی اگر اینو hasn't بگیریم، هم میتونه حال کامل باشه، هم حال کامل استمراری باشه. اگر حال کامل بگیریم میشه hasn't studied، این درسته. اگر حال کامل استمراری بگیریم میشه hasn't been studying، این هم درسته. بنابراین گزینه یه چهارمی رو انتخاب میکنم، آل، یعنی همشون درستن. خب پس پرونده زمان حال اینجا بسته میشه. حال استمراری رو گفتیم، حال ساده رو گفتیم، حال کامل رو گفتیم و حال کامل استمراری رو هم بیان کردیم. چهار بخش زمان حال گفته شد، پرونده شو میبندیم میریم تو زمان گذشته. اولین گذشته رو بنویسید، گذشته ساده. گیم گذشته ساده. یا بهش میگن سیمپل. سیمپل یعنی ساده، پست یعنی گذشته، تنس هم یعنی زمان. میشه سیمپل پست تنس، زمان گذشته ساده. میگیم این زمان نشان میدهد که عملی در گذشته انجام شده و خاتمه پیدا کرده است. یک عملی که تو گذشته اتفاق افتاده و تموم شده میشه گذشته ساده. ساختارش چیه اینه بچه ها؟ داریم فاعل به اضافه فعل به صورت گذشته، یا اصطلاحا بهش میگن قسمت دوم فعل.
تا این خانوما میدونن فعل به صورت گذشته به دو صورت نوشته میشه، یا فعلمون با قاعده است ایدی میگیره، یا فعلمون بی قاعده است که بایستی حفظ بکنیم. همینجا خدمتتون عرض میکنم فعلای بی قاعده آخر کتاب رو حفظ بکنید بچه‌ها. ستون دومش یعنی فعلای گذشته شه، با قاعده ها ایدی میگیرن، بی قاعده ها هم که بایستی حفظ بکنیم. فعل به صورت گذشته یا قسمت دوم فعل، مفعول ممکنه بیاد ممکنه نیاد. نشانه ها چیه بچه‌ها؟ کلماتی مثل ago، مثل earlier، مثل yesterday، مثل last. مثلا میگی last week، last year و چیزهای از این قبیل. یا ترکیب the previous، previous هم یعنی قبل. مثلا میگید previous week، previous month، ماه قبل، previous year، سال قبل. و یا هر قیدی که مفهوم گذشته رو بده، هر قیدی که مفهوم گذشته رو بده میتونه از نشانه های زمان گذشته ساده باشه. این مثال رو ببین بچه ها. شی about that matter a few seconds earlier. یه جمله است، چهار تا جواب. Sir has sworn swears و had sworn. ببینید الان در این جمله میایم نگاه میکنیم، میگیم a few seconds earlier اومده. الان نوشتم براتون ago earlier جده نشانه های چیه؟ گذشته ساده است. و فعلمون چی بوده بچه ها؟ swear بوده. swear یعنی قسم خوردن، این زمان حالشه. گذشته چی میشه؟ میشه سور، میشه گزینه اولی. یعنی چند ثانیه پیش راجع به اون موضوع قسم خورد. این سور قسم خوردن، گذشتهش میشه سور، قسمت سومش میشه سورن. این هم به معنی قسم خوردنه، هم به معنی فحاشی کردنه. matter همینجا یعنی موضوع. she swore about that matter a few seconds earlier. یعنی چند ثانیه پیش او قسم خورد، قسم یاد کرد راجع به اون موضوع. پس میبینید که ما باید قسمت دوم افعال رو حفظ بکنیم. فعلمون با قاعده باشه بچه ها ایدی میگیره، فعلمون بی قاعده باشه باید حفظشون بکنیم. ملاحظه میفهمید؟ توی صفحه بعدی می‌نویسم که برای سوالی و منفی کردن زمان گذشته ساده بایستی از فعل کمکی دید استفاده کنیم. چه بخوای منفی کنی؟ چه بخوای سوالی بکنی؟ بایستی از فعل کمکی چی استفاده کنی؟ دید استفاده کنی. فقط یادت باشه عزیز دل بابا، موقع استفاده از دید بایستی فعل اصلی رو برگردونی به شکل مصدر بدون تو بنویسید یا به زمان حال بنویسید. اینجا هم می‌نویسم براتون، به هنگام استفاده از فعل کمکی دید بایستی فعل اصلی
جمله را به صورت مصدر بدون تو، یا می‌نویسم فعل به صورت ساده آورده شود. شما وقتی دید رو میارید، چه برای ساده کردن چه برای منفی کردن، فعل اصلیتون باید برگرده به زمان حال. شکل ساده فعل رو بایستی بنویسید. ببینید جمله رو، مثلا میگم که یک جمله است، چهار تا جواب به ما میدن. Brings، brought، to bring و bring. کدوم جوابشو انتخاب میکنید بچه ها؟ تو این سوال کدوم جوابشو انتخاب میکنید؟ بله؟ بقیه آقایون خانوما؟ بله؟ بله؟ سریع بچه ها جوابتون بفرستید. خب در اینجا نگاه میکنیم، میگیم که جمله‌مون سوالی شده. جمله سوالیه. با چی سوالی شده؟ با دید سوالی شده. از زمان جمله گذشته است دیگه، کل جمله زمانش گذشته است. ما میگیم وقتی دید رو میاریم، فعل باید به شکل مصدر بدون تو نوشته بشه، یعنی فعلمون لخت باشه، هیچی نداشته باشه، نه اس داشته باشه، نه ای اس داشته باشه، نه آنجی داشته باشه، نه ای دی، اصلا زمان نداره. و فعل چی بوده؟ مصدرش بوده تو برینگ. توشو برداریم چی میمونه؟ برینگ میمونه، یعنی گزینه یه چهارمی درسته. بعضی از بچه ها میان یک رو میزنن، میگم چرا؟ میگه من دیدم آقا فاعل سوم شخصه، گفتم فعل حالی میخواد برگرده به زمان حال، فعلش باید اس بگیره. نه عزیز دل بابا، ما وقتی دید رو میاریم، فعلمون باید به شکل مصدر بدون تو نوشته بشه، یعنی شکل ساده فعل رو بیاریم. معنی این جمله چیه؟ میگه did he bring you a nice present؟ آیا او برای تو هدیه قشنگی آورد؟ present بچه ها یک معناش میشه هدیه، present یک معناش میشه gift به معنای هدیه، یک معناش میشه حاضر، یک معناش هم بنویسید ارائه کردن، ارائه کردن. اینو تو دانشگاه شما زیاد به کار میبرید. مثلا میگید من امروز پرزنت دارم، پرزنتیشن. پرزنتیشن یعنی ارائه. من امروز پرزنت دارم تو دانشگاه یعنی ارائه دارم، یه مطلبی رو آماده کردم برم جلو بچه‌ها ارائه بدم. بهش میگن، عملشو میگن پرزنت، ارائه کردن. اسمش میشه پرزنتیشن به معنی ارائه. خب تو حالت منفیش هم همینجوریه بچه ها، نگاه کنید. مثلا میگم که she didn't clean، به این نقطه چینش کنم، her room. یه جمله است با چهار تا جواب، cleans، cleaning، clean و to clean. خب اگر به این جمله نگاه بکنید، باز شما میبینید که جملتون منفی شده. با چی منفی شده؟ با دید. ما گفتیم وقتی با دید منفی میکنیم، فعل اصلی جمله هم باید به شکل مصدر بدون تو بنوشته بشه. فعلمون چی بوده؟ تو clean بوده. توشو برداریم چی میمونه؟ clean میمونه. بنابراین تو این جواب ها میگیم گزینه یه سومی درسته. She didn't clean her room. اتاقش رو تمیز نکرد. معنی جمله اینه.
این میشه گذشته ساده. حالا یه جمله میسن بچه ها، شما ها یک بار منفیش کنید، یک بار سوالیش کنید، جواباتون هم سریع برای من بفرستید. ببینید این جمله رو یک بار سوالی کنید، یک بار منفی، و جواباتون رو برای من بفرستید سریع ها. ببینم کی سریع تر میفرسته. دیده چی مهندس خانم؟ بقیهش هم بنویس. بله بله بله، دقیقاً دقیقاً درسته. ببینید در این جمله بچه ها دید فعل اصلیه، با این دید شما نمیتونی سوال منفی کنی، بایستی از دید کمکی استفاده بکنی. با این دید نمیشه سوال منفی کرد، حتما بایستی از دید کمکی استفاده بکنی. دقت فهمید؟ بنابراین اینو من بخوام منفی کنم یا سوالی کنم به این شکل در میاد. نگاه کنید، این که فعل اصلی مونه، از اون دید کمکی استفاده میکنیم. دید کمکی رو میاریم اولیتون میشیم دید دی. خب حالا وقتی دید کمکی میاد، این فعل اصلی باید به شکل مصدر نوشته بشه. خب مصدر این چی بوده؟ تو دو بوده. توشو برداریم چی میمونه؟ دو میمونه. بعد میگیم دید دی دو their homework at home. به این ترتیب جمله رو چیکار میکنیم؟ سوالی میکنیم. این دید کمکیه، اینم که برگشت به زمان حال شد دو. تو منفی کردنش هم همین حالته، میگیم they didn't. این با didn't کمکیه، ربطی به این دید نداره ها، این دید کمکیه. میگیم they didn't، بعد این برمیاده به زمان حال میشه دو their homework at home، یعنی اونها تکالیفشون رو توی خونه انجام ندادن. پس حواستون باشه که دید اگر فعل اصلی باشه، با خود اون نمیشه جمله رو سوالی کرد یا منفی کرد. حتما ما بایستی از اون دید کمکی استفاده بکنیم. عرض کنم خدمتون که اینم میشه گذشته ساده بچه ها. تا اینجا اگر سوالی چیز دارید بفرمایید، در خدمتونیم. پس ما تا اول گذشته استمراری رو خدمتون بودیم امروز و توضیح دادیم. جلسه آینده انشالله سعی میکنیم بحث زمانها تموم بشه. تا گذشته استمراری رو، یعنی گذشته ساده رو کامل گفتیم، رسیدیم به گذشته استمراری. بقیهش رو انشاءالله جلسه آینده در خدمت کنیم. شما رو به خدا می‌سپاریم، موفق باشید.